نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 21 ربیع و ثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با معنای اجماع فرمودند اجماع به معنای اتفاق است و در امور حسی نیاز به اجماع وجود ندارد لذا آن چیزهایی که با دیدن، شنیدن، چشیدن، بویدن و لمس قابل حس کردن است نیاز به اتفاق ندارد از جمله وقتی انسان با چشم خود میبیند که همکنون روز است معظم الله در ادامه فرمودند اما در امور حدسی که نیاز به تحقیق و تفحص دارد انسان باید برای خبره شدن در آن درس بخواند و مطالعه کند تا امکان تشخیص آن برای او ممکن شود مانند طب که نیاز است برای تشخیص بیماری طبیب بداند که آن بیماری چه علائمی دارد و آیا این علامت ها با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و برای درمان آن بیماری چه داروهایی نیاز است ایشان در ادامه فرمودند همان گونه که اهل خبرهٔ هر چیزی در مورد مسائل مربوط به فن خود نظر میدهند اهل خبرهٔ احکام خدا که فقها هستند و دهها سال زحمت کشیدند و میدانند که چه چیزی واجب و چه چیزی حرام یا مستحب یا مکروه است و چه چیزی کل و چه چیزی شرط است اگر بر چیزی اتفاق کردند این منجز و معذر است آیتالله عزمان شیرازی همچنین تاکید فرمودند اگر مکلف با اجماع و اتفاق فقها ها مخالفت کرد و آن اتفاق درست بود معذور نیست اما اگر با اجماع و اتفاق فقها ها موافقت کرد و آن اجماع اشتباه از آب درآمد معذور است لازم به ذکر است که لازمه حجیت یک دلیل منجز و معذر مؤذر بودن آن است یعنی در جایی که دلیل با واقعیت مطابق باشد تکلیف بر مکلف منجز یعنی روشن و واضح شده و مخالفت با آن مستوجب عقوبت است اما در جایی که حجت با واقعیت مطابق نباشد تمسک به حجیت برای مکلف معذر است یعنی برای او عذر محسوب شده و او را از عقاب میرهاند با هم فرمایشات آیت الله شیرازی را ببینیم و بشنویم لبی رو معنا کنید یعنی چی؟ نه نه لبی میگید اجماع این دلیل لبیه لبی یعنی لفظ نداره مثل امر و که لفظ داره اقم صلاح لف لفظه نه لب آت لفظ لفظه نه لب و اجماع دلیل لبی یعنی لفظ نداره که اگر شک در سعه و ضیقش شد قدر متیقنش اخذ میشه چون لفظ نداره که بگیم به اطلاقش و عمومش توسک میکنیم